سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسعود پانیچی هستم و خوش اومدیم به این ویدیو و این گیم پلی. داداشم بیاین براتون چی آوردم. سنس و تنظیمات سیزن جدید داداشم. بچه ها، این سیزنیه که تازه شروع شده. جواد خیابانی هستم، خیلی خوبه، انگار هیچ کس نمیدونست این سیزن تازه شروع شده و اینا. بچه ها، اگه لایک های این ویدیو رو به 300 تا، دیگه 300 تا خدای کمه، یعنی چیز زیاد نیست واقعا، 300 تا برسونین، براتون چیکار میکنم داداشم؟ براتون هاد خودم رو میذارم و هادی که باهاش نفر اول جهان شدم، یعنی چند تا هاد براتون میذارم. یه هاد مخصوص تریگره و مخصوص تریگر 6 انگشتیه، یه هاد مخصوص تریگر 4 انگشتی، یه هاد مخصوص نفر اول دنیا شدن خودم بدون تریگر. یه هادی که واقعا حالا میگم شاید توی این سیزنهای جدیدم زیاد جواب نباشه، ولی میدونی چی دارم بهتون میگم. من که همتون میدونید دیگه دقت تیر خیلی بالایی دارم، همون موقع هم همینطوری بود، یعنی اون موقع وحشتناکتر از الان بود دقت تیرم، خیلی وحشی تر میذارم. الان اون قدیمی ها یادشونه که اصلا کلا همه منو به رایفل میشناسن دیگه. خلاصه بهتون بگم که اون هادی بود که من باش نفر اول دنیا شدم، حالا یه سری مشکلات داشت که من بهتون میگم. خلاصه بچه ها، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، لایک هاشو بهتر کنین، کامنت انگلیسی به هم بذارین، ساباتون نپره بچه، زنگوله چنل رو فعال کنین، اگه چنل رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین، چون داش مسعود یه دونه از اون گیجتمندهای قدیمی این بازیه که میخوام بهتون کلی آموزش و کلی ویدیوهای خفن براتون بذارم، که ویدیوام سعی میکنم ویدیوهای با محتوا و ویدیوهای خفنی بذارم براتون که بتونین ازش لذت ببرین. دیگه داش مسعود داره تلاششو میکنه، چی میگه؟ اشغال هزینه داره داداشم، بیاین پایین ببینم کجا رفتی. ای بابا، شانس هم نداریم یک کیلو لوزی بکنیم. بچه ها، این سنسی که این سیزن براتون میذارم، خب حالا من به دلایلی چطور بهتون بگم، سنس قبلی که چینده بودم و چطور بهتون بگم بچه ها، حالا من اکانت هم دست یکی از دوستان بود بچه ها، سنس رو عوض کرده بود و من اصلا متوجهش نشده بودم. یعنی این چند وقته هر چقدر بازی میکردم میگفتم خدایا چرا نمیتونم کیلو بالا بزنم، خدایا چرا اینجوری شده، چرا انقدر نوب شدم. الان اگه شاد باورتون نشه بچه، خیلی نوب شده بودم، یعنی اصلا نمیتونستم درست بازی کنم، اعصابم خورد میشه، فشاری بودم. خلاصه من هر موقع سیزن عوض میشه سر چیندن سنس کلا فشاری میشم، یعنی انقدر عصبی میشم، بچه‌ها میان تو کاستوما میگن باش منصور چه خبره، چرا اینجوری شدی، چرا انقدر فشار میخوری. آره دیگه بچه ها، خلاصه اینجوری. آها، در رابطه با کاستوما بهتون میگم، این ویدیویی که دارین الان میبینین آلکاترازه، کاستوم خودمونه که اگر بخواید بیان جوین شین و شرکت کنین، آره دیگه میتونید بیان توی دیسکریپشن اون لینک چنل تلگرام خودمونو، چنل تلگرام چند وقت پیش زده بودم 6000 تا عضو داره و همتون خودتون اونجاین، اکثریت میدونم خیلیاتون هنوزم اونجاین و اونایی که نیستن میتونن بیان عضوشن و بیان توی کاستوما شرکت کنم داداشم. ولی بچه سعی نکنیم که بیاین مثلا منو فقط بزنین و مثلا توی این همچین چیزایی. من دیدم خیلی از بچه‌ها میرن بالای برجک کمپ میکنن داداشم که منو ببینن، مخصوصا اسکین منم سعی میکنم عوضش کنم. نگاه کنین اگه دقت کنین توی ویدیو اخیر هر بار یه اسکین برداشتم، چرا که بچه‌ها مثلا اسکینمو بشناسن. کلا منم خیلی دوستام مثل خودتون، میدونم اکثرا با یه اسکین خاص مثلا باز میکنین، خیلیاتون آرتری برمیدارین، خیلیاتون ویچواردن برمیدارین، خیلیاتون اسکینای بتل و یا مثلا میدونین چی دارم بهتون میگم دیگه، اسکینای خاصی رو برمیداریم دیگه. و منم اینجوری هم، منم مثل شما هم دیگه، منم هیچ فرقی با شما ندارم، منم دوست دارم اسکین خاصی که خودم دوست دارم و فقط برم. ولی خب طبق این قضیه ای که حالا بچه‌ها داداشا خیلی به من لطف دارن و میخوان بیان پارمون کنن، خب و خوشید پشتش بهم، ای هدش میخورد، ناله کن بیا پایین ببینم. آره دیگه بچه‌ها، خیلی به من لطف دارین، اینجوری تو کاستوم فقط دنبال داش مسعودین دیگه، داش مسعودم مجبور اسکینش رو هر بازی که میاد تو عوض کنه که آقا یه نفر اون بالای برجک یا منبع نباشه که فقط من بعد وقتو بخواد بزنه و دیگه داداشم اینجوری. خلاصه بچه این ببین خیلی باحال میذارمش، انقدر بدم میاد اینایی که اینجوری کاور میگیرن، وای راش ندم، وای الان چی میشه. با البته اینجا فکر کنم یارم هم پشت سرم بود، بذار نگاه کنم، آره یارم هم پشت سرم بود، حق داشت تا حدودی کاور بگیره. ولی خب در کل خیلی بده، یعنی خیلی ها هستن بچه خیلی بازی رو جدی میگیرن، یعنی یه جوری کمپ میکنن، یه جوری کاور میگیرن، پشت دیوار میچسبن به دیوار، یعنی اینا رو میبینم. خب چون من مثلا یه چشم سوم دارم، خب به اسم صداپا، یعنی دقیق میدونم طرف کجاست،
دقیق میدونم، یه دیوار رو میگیرن میچسبن بهش، بعد اونا هم صداپا معمولا خوب میگیرن. خب من صداپا رو میبندم، یعنی صداپایی که رو تصویر صداپاگیری، یعنی اونایی که فقط بازیشون خوبه هنسری میزنن اوکی باشن تو بازی. خب و بعد میبینی طرف اصلا خودش هم داره میدونه من کجام، یعنی هر کاری میکنم میدونه، میرم اونور میاد اونور خط منو میگیره، میام اینور میبینم اینور میاد. خب بابا خیلی کثیف بازیه، به خدا خطگیری خیلی بده، آجور تک به تک دیگه، تک به تک نمیتونی بزنی، خدا وکیلی باید سر تک به تک که دیگه خط نمیگیرن، سر تک به سه، سر تک به دو. مثلا دیدیم داشمون اینجا خط گرفته بود، من گفتم فکر کنم الان یارم پشتمه اوکیه خط گرفته، ایرادی نداره، ولی این خیلی بازی کثیف میشه میدونی با خطگیری. و نگاه کنین الان یه چیزی که دارم بهتون میگم اینه، قضیه اینه بچه ها، نگاه کنین خیلی ها میرن تو برجک، خدای خودتون اینجا اینجوری میخوردین فشار نمیخوردین، نگاه کن زارت خیلی بد مردم، خدای خیلی بد مردم، یعنی فشار رو خوردم و فقط دقت کنی شانس آوردم فینیش نشدم، خلاصه اینجا داد زدم بچه ها بیان کمک بلندم کنی. عجب چه صحنه بدی هم شد، واقعا اصلا صحنه جالبی نیست، ولی چون بانو تشریف دارن هیچ اشکالی و ایرادی نداره اون صحنه دیگه، پزشکی میگن چی، پزشکا محرم آدمه. آره دیگه داشتم بچه سنس این سیزن رو حتما استفاده کنین و میگم بهتون دیگه حتما استفادهش کنین و از روی کد نچینین، چون اغلب مواقع من ممکنه سیری ملمود باشم. ویدیو رو یکم عقب جلو کنین، میتونین قشنگ سنسو کامل بچینین برای خودتون استفاده کنین. سنس منم موبایل پلیرم همتون میدونین و میدونین دیگه، داداشم اینجوری بهتون بگم که اشغال از اینه داره، براتون گذاشتم صفحه سیتی کلی ویدیو خفن، یه ویدیو هم بچا در رابطه با لگ، حالا من یه حرکتی زدم، نگاه کنین گوشه اندروید جنیان، یعنی جن دارن واقعا، من خودم میدونم که داداشم بچا اینجا میسنه میداد زده بود منو کلمو ترکون بده، گوشه اندروید کلا جن دارن، یعنی سنسمون کلا یه دفعه عوض چیز میشه، عوض میشه، دلیلش سنس نیست، دلیلش بچا لگ گوشیمونه که صفحه کند میشه، خیلی وقتا پیش میاد. نگاه کنید مثلا این حرکت، حالا این داداشم یکم حس میکنم بازیش خوب نیست، بازم حق میدم تا حدودی، ولی سعی میکنم حق ندم چون خدایی، نگاه کنید خیلی خیلی بده، یه چیزی میگیری میچسبی بهش زارتی، خیلی بده، بیا داداش بیا اینجا، آره دیگه خیلی بده اینجوری، خدایی کم کردن و خط گرفتن من خیلی بدم میاد، خیلی بدم میاد، یعنی ها اسکوادایی هم هستن که چهار نفری این کارو میکنن. حالا باز دم این داداشم هم گرم، نایفم شد، ایرادی نداره، گودرت و گنگش بالا بود، حداقل اومد یه راش داد دیگه، دیواره رو ول کرد، درخته رو ول کرد. حالا اینجا هم داداشم اونو دوباره میگیره. بچه‌ها خیلیاتون شاید بهم ازم بپرسین ای بابا دوباره نایف شدی که این بود، نمیدونم شاید این نبود. ولی در کل بچه‌ها خیلیاتون ازم میپرسین که داش مسعود چطوریه که خدایا چی خواستم بگم اصلا یادم رفت. ای بابا ما هم ذهنمون درگیره یادمون میره چی میخوایم بگیم. آره در رابطه با لگه داشتم صحبت میکردم بچه، لگه خیلی روی سنسمون تاثیر میذاره و کلن اصلا بازی میبینی روان نیست. یه روشی پیدا کردم میگم، اگه حمایتاتون اوکی باشه و باش مسعود یه حول ریز بدین داداشم گیجتمندی بشیم و سابسکرایب کنین و دیگه داداشم زنگوله منگوله و لایک مایک و اینا یادتون نره بچه، خدایی بزنین زنگوله رو بزنین، داش مسعود ویدیوهایی که میذاره جون و دلی میذاره، عشق میذاره براتون، یه بیا پایین ببینم ای خدایا هدشات نخورد، فشار چیه اصلا دارم میرقصم. خلاصه بچه ها نگاه کنین سنسر رو از روی ویدیو بچینین، چرا که اون یه دو گزینه ای داره به اسم فیکس رزولوشن ویت سکرین. خب اگر اون گزینه رو اگر با کد بچینین و اون گزینه رو فعال کنین سنسر دوباره عوض میشه، ولی اگر اون گزینه رو فعال کنین بعد سنسر رو با کد بچینین اوکیه. ولی خب حالا این یه گزینه نکته بود که بهتون بگم، از اون طرف من کلا اون گزینه رو فعال دارم چون با اوکیه دیگه، یه چیز خیلی خفنی از نظر شخصی خودم، و از اون طرف بچه ها اگر سنسور رو با خودتون چیز بچینین خیلی بهتره، خیلی بهتره، خیلی بهتره دیگه، باشم اونجا اشتباهی نمیشه. و دقت کنین اگر کد رو زدین و گفت نامعتبر یا هر چیزی، دلیلش اینه که من ممکن استریمر مود باشم و کدم براتون کار نکنه. دلیل دومش اگر کار نکنه اینه که ممکنه کد رو توی قسمت مولتی پلیر به جای بتل رویال دارین استفاده میکنین، اینم دلیل دومشه. الان اینجا داداشم میگه ابک زدی با داداش روتو برمیگردوندی، میخواستی بزنم پشت شونت بگم داداش برگرد برگرد میخوام بزنم. آره دیگه خلاصه اینجوریه دیگه، بازی هم این دشواریهای خودشو داره بچه، کاستوم هم
میخواین شرکت کنین حتما توی دیسکریپشن یه دونه لینک گذاشتم اگه دوست دارین، اگه دوست دارین دیگه. ما کلا آلکا بازی میکنیم اکثر مواقع، سعی میکنم ویدیو کلاسیکم براتون بذارم، ولی خب داش مسعود کلا آلکا دوست داره، میدونیم پلیرش هم تایمت گرفته نمیشه، الکی را میریتون و واقعا خیلی بتل به نظرم یه جوریه، اصلا پلیر ملیرم حالا رنکش که آدم میره اصلا نداره. خلاصه آره دیگه اینجوری بچه ها، سنسم اسپید اکسلریشن مخصوص موبایل و دیگه خلاصه اینجوری سعی میکنم یه دونه نوستالژی سنس اون زمانم هم پیدا کنم براتون بذارم، یعنی سنس اون زمانی که یک جهان بودم هم بذارم ببینیم اصلا میشه باش بازی کرد یا نه. خلاصه کلی ویدیو هست، این سنس خودمه بچه ها، استفاده کنین لذت ببرین دیگه. داش مسعود قدرتمندیان از اینجا به بعد دیگه تنهاتون میذارم، خیلی عشقین بچه، خیلی دوستتون دارم، ممنون از اونایی که تا اینجا ویدیو نگاه کردن و داش مسعود و یه داداشم دیگه، داداشای خودم میدونین دیگه، اونایی که تا آخر ویدیو همیشه نگاه میکنن، همه یوتیوبرا اینطورین، از اونایی که تا آخر ویدیو ویدیوشون رو نگاه میکنن همیشه تشکر میکنن بچه، لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله، زنگوله خیلی مهمه یادتون نره، خیلی عشقین، خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو تا دور دیگه، بس بس.